سلام به همه و مخصوصا سلام به ایرانیای عزیز. امروز میخواستم راجع به تلفن همراه یا گوشی هوشمند یا موبایل و باتری و شارژ کردن یه سری نکته ها رو باهاتون به اشتراک بذارم. این ویدیو دنباله یه ویدیو نکته های مهم در مورد شارژر لپتاپ و باتری و نگهداری از لپتاپ هستش. Not true, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. Life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. در این مورد خیلی صحبت ها و ویدیوها توی اینترنت بین مردم و شایعه ها همه چی هستش که موقعی که تلفنتون داره شارژ میشه ازش استفاده نکنید. چه گوشی های قدیمی که میگفتن داره شارژ میشه ازش استفاده نکنید، چه الان گوشی های هوشمند که بهش وای فای و 3G 4G 5G اضافه شده، که الان هم بیشتر 4G و 5G داریم. موقعی که شما دارید به وسیله، یعنی میتونم بهتون بگم موقعی که تلفن همراه شما به شارژ هستش، شده داره شارژ میشه، ازش دارید استفاده میکنید، امواجی که در اثر شارژ کردن داره تولید میشه
میتونم بگم فوق‌العاده مضر هستش برای مغز شما. و کسایی که اکثرا با تلفن همراه به صورت یعنی کلن همیشه شارژ ندارن یا اصلا باتریشون خرابه، چه تو ماشین که به قولی به فندکی یا USB جدیدن به ماشینا هستش، یا شارژ وایلس که ما در اون مورد صحبت میکنیم، همین شارژ USB یا یه سری ها اصلا یه ترانسایی گذاشتن که میتونه از شارژر گوشیشون استفاده کنن، یا اصلا هر جوری به محض اینکه شما در فضای ماشین دارید با تلفنتون صحبت میکنید یا اصلا زدین رو اسپیکر، نزدیک مغزتونم نیست، یعنی نزدیک گوشتونم نیست، به شارژ و شما دارین ازش استفاده میکنید، امواج رو مغز شما داره اثر میذاره. و کسایی که این کار رو تو ابعاد مختلف دارن انجام میدن همیشه سردرد دارن و یه صدایی مثل صدای سوت تو گوششون دارن میشنون. این در اثر شارژ شدن گوشی و به تبع استفاده شما در هنگام شارژ گوشی هستش. حالا بهش وایفای رو اضافه بکنید که ضررهای خودشو داره، 3G که حالا قدیمی شده، 4G و 5G. 5G بدتره، حتی یه سری از دانشمندا گفتن 5G رو موقعی که شما دارید استفاده میکنید همین جوریش داره ضرر میرسونه، چه برسه بخواد گوشی شما به شارژ هم باشه و شما بخواید از اون استفاده بکنید. پس تا اونجایی که میشه به هیچ عنوان در حالت شارژ از تلفن همراهتون استفاده نکنید. اگر بخوام راحتتون بکنم، حداقل باید 5-6 متر با تلفن همراهتون فاصله داشته باشید، اصلا توی یه اتاق دیگه شارژ بشه شما یه اتاق دیگه باشید، تا این حد. من اصلا فکر نمی کنم کسی راجع به این قضیه صحبت کرده باشه و دارم باز هم میگم اکثر سردردها و اکثر این صداهایی که ما مثل سوت هستش و یک سری ها فکر میکنن چون دارن به موزیک گوش میدن و صدای زیاد این صداها داره تولید میشه، اون بله، اون یک حالت هستش. ولی کسایی که اصلا از هدفون یا هدست یا هنسفری استفاده نمی کنن و فقط دارن تلفن همراهشون استفاده میکنن و شارژ کم میارن و اونجوری استفاده میکنن، این مشکل رو دارن و این اثریه که این امواج داره رو مغز شما میذاره. و یه سری ویدیوها هم دیدید که تستر مثل حالت فازمترهای دیجیتالی هستش که موقعی که داره شارژ میشه روی دست شما میذارن زنگ میزنه و داره منتقل میشه به شما. پس اینم از این. یه مبحث وایلس رو گفتم بمونه، متاسفانه تکنولوژی وایلس هم داره به تلفونای همراه، حالا اگر که توی خونه باشه شما با فاصله میتونید کار انجام بدین، ولی این تکنولوژی به ماشین ها داره کشیده میشه و تکنولوژی وایلس شما اگر یک جایی داشته باشید توی کنسول گوشی رو اونجا بذارید شروع میکنه به شارژ کردن، اون هم نویز یا ضررهای خودشو داره، اون هم داره به شما منتقل میشه و تمامش رو مغز شما اثر میذاره. این هم یک نکته راجع به شارژ کردن. و در کل اگر که بخوام یک نکته رو راجع به باتری بگم، باز هم گفتم ما اصلا روی تکنولوژی ها مدل ها هیچ ریز نمیشیم، بهتر این هستش که باتری به 20% که میرسه 15 تا 20 درصد، یعنی پیشورز خود نرم افزارم 15 درصده،
یا 20% میرسه، شما اقدام به شارژ تلفن همراهتون بکنید. من یه دونه ویدیو راجع به تلفن‌های هوشمند ساختم و در مورد اینکه شما چقدر از گوشیتون استفاده می‌کنید و کارتون چی هستش و چقدر ضرورت داره که شما همیشه شارژ داشته باشین و نسبت به کارتون چه تلفنی بخرید چه گوشی هوشمندی بخرید اونجا توضیح داده شده. بیشتر سعی کنید از باتری هایی که 5000 میلی آمپر هستن، 4000 میلی آمپر، 5000 میلی آمپر استفاده بکنید. هر چقدر که گوشی شما دور از شما شارژ بشه به نفعتونه. من بازم دارم میگم که شما یک بار در روز یا آخر وقت یا شب توی خونه دور از گوشیتون شارژ بشه و شما دوباره فردا به کاراتون برسید و این قضیه به خرید تلفن هوشمند شما ربط داره که 4000 میلی آمپر به بالا باشه که شما یک روز کامل شارژ داشته باشین که نخواهید توی در هنگام شارژ صحبت بکنید یا تو ماشینتون گوشیتون رو شارژ بکنید. این هم یک نکته. و سعی کنید همیشه از آداپتورهای گوشی خودتون استفاده بکنید و اگر که شبیه بود، حالا تایپ سی بود یا ماکرو اس دی بود یا شبیه هم دیگه بود، حالا جزه میکنه فرق میکنه من بزنم فلان، پیشنهاد دوستان یا به صورت خودسرانه، اینا همش ضربه میزنه به قسمت آی سی شارژ گوشی شما. حالا نه اینکه به مرور این اتفاق میفته، نه اینکه یه دفعه. یه مطلب دیگه راجع به تلفن‌های همراه که اکثرا چون دیگه ما 100% باتریامون اینترنال هستش و ما باتریامون جدا نشدنیه و ما دیگه به باتری دسترسی نداریم، موقعی که داره شارژ میشه و دیگه بره رو 4 ساعت، 5 ساعت یا شب تا صبح بذارینش توی شارژ، به مرور زمان این باتری باد میکنه. اون آی سی نگه دارنده تا یه حدی میتونه مقاومت بکنه، در روز اول، روز دوم، روز سوم، ماه اول و بعد دیگه یواش یواش باتری شما اگر باد هم نکنه دیگه کیفیتش مثل اول نیست. و شما، من این مطلب رو یادم رفته بود راجع به لپتاپ بگم، چه لپتاپ باتری لپتاپ چه باتری گوشی، اون باتری که دوی گوشی شما هستش اصلی هستش و نمایندگی های معتبر یعنی نمایندگی هایی که به صورت رسمی دارن با یک کمپانی کار میکنن و نحوه اینم که شما چطوری اونو بتونید تشخیص بدید، من تو شارژرا کیبلا اصلی فرعی بودن قطعات با شما صحبت کردم و اونا فقط این باتری اصلی رو دارن و متاسفانه بین ماها جا افتاده که اصلی یا فرعی یا هر باتری که داره توی بازار فروخته میشه همش چینیه و چینی هستش که از کمپانی بیرون نمیاد دیگه، یعنی دیگه عرضه و تقاضا هستش، بازار یا یوزر یه چیزی رو میخواد و بر اساس اون تولید میشه، نه به کیفیت قبل. حتی لپتاپ هم شما باتری رو که بعد بسش خریداری میکنید
اگر که سالها از ساختون گذشته باشه، شما دیگه یک باتری شبیه به باتری خودتونه ولی از لحاظ کارکرد به کیفیت باتری شما نیست. اگر 2-3 سال از استفاده تلفن همراه شما گذشت و شما خواستید یه دونه باتری دیگه واسش بخرید، اصلا به مورد اصلی و فرعی اصلا توجه نکنید، به خاطر اینکه دیگه ارزش نداره اون کمپانی بیاد برای این مدل شروع کنه باتری زدن. و شما باتری هایی که توی بازار هستش و کیفیت قبل هم نداره باید از اونا استفاده بکنید. پس ما عموماً تو بازار فروش گوشی و تعمیر گوشی که ربطی به نمایندگی نداره چیزی به نام اصلی نداریم و اصل بودن قضیه ربط به تحقیق شما داره یا کمپانی معتبر و اونا وظیفه دارن به شما جنس اصلی رو بدن. اگر هم که ندارن باید اعلام بکنن که ما این جنس رو نداریم و داریم اینجوری میدیم. به این شکل و مثل اولش کار نمی کنه. این هم یک مورد در مورد تلفن‌های همراه، شارژ کردنشون، نگهداریشون و کلن باتری. و ما باز هم میگم ریز نشدیم توی جزئیات و به صورت کلی همه چیزو من با خودتون تا اونجایی که تجربه داشتم و امیدوارم که به دردتون بخوره و باز هم خودتون با تحقیق کردن میتونید به نتیجه های خوبی برسید و امیدوارم که بتونید ازش استفاده بکنید. تا یک بحث دیگه و یک ویدیو دیگه، موفق باشید.